درود بر شما. 29 بهمن ماه 1400 خورشیدی و 18 فوریه 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به آدم‌های فایل صوتی فرماندهان سپاه. فایل صوتی سرداران سپاه هفته پیش کلی سر و صدا کرده در فضای رسانه‌ای داخل و خارج از کشور، چنان که می‌دانید، و همچنان تحلیل‌ها و تفسیرها ادامه داره. امشب می‌خوایم ببینیم هر کدوم از این سرداران که اسمشون در این فایل صوتی میاد چیکار کردن، الان چیکارن و کجان، و آیا فقط اینا فساد کردن یا بالادستی‌هاشون اصل فساد در واقع در اونهاست. کدام بالادستی‌ها خواهم گفت امشب، و پرده آخرم البته خواهیم داشت به روال معمول آخر برنامه. فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای از جلسه بعضی فرمانده‌های سپاه که اساساً گفتگوی عزیز جعفری یا ممدلی جعفری، سردار جعفری، با سردار صادق ذوالقدر نیا، معاون اقتصادی وقت سپاه پاسداران، 3 سال پیش ضبط میشه. موضوع فساد 13 هزار میلیارد تومانی در بین فرماندهان سپاه از طریق بنیاد تعاون سپاه و مشخصا هلدینگ یاس که منبع درآمد نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی قاسم سلیمانی بود. عزیز جعفری فرمانده کل سپاه بود. هنوز، یعنی فایل صوتی مربوط است به اواخر دوره فرماندهی او بر مجموعه سپاه، فایل صوتی که هفته پیش رادیو فردا منتشر کرد و بعدم انقدر سر صدا کرد. صادق ذوالقرد نیا که داره در این فایل صوتی گزارش میده در واقع به عزیز جعفری، معاون اقتصادی سپاهه که بعد از همین گزارش و دنبال کردن این پرونده برکنار میشه و تا چند ماه پیش میدونم که تو اطلاعات سپاه بود و شاید همچنان هم هست. اسم اصلیش صادق گل و بلبله که اسم فعلا معروف به صادق گل و بلبل، یا به هر حال میگن که اسم اصلیش صادق گل و بلبله که میرزا حسن هم بعضی جاها معرفی شده. گزارشگر اعتماد آنلاین در تهران و آقای علیرضا علوی تبار، اصلاح طلب و روزنامه‌نگار، از گذشته سردار ذوالفقار نیا صحبتی میکنن که به هر حال بیشتر از بنده و شما شاید اطلاع دارن. ببینید، آقای صادق گل سنبول توی سپاه شیراز نبود، توی سپاه فارس بود. به نظرم اگه اشتباه نکنم توی آدم قد بلند درشته کلی بود که من میدیدم. فکر میکنم در یه مقطعی مسئول اطلاعات سپاه استان فارس بود، نه شیراز. اسمشون و اسم فامیلشون ما با همین نام اسم اصلیشون میشناختیم، آقای صادق گل سنبول. نه، اونجا بهش میگفتن صادق تو سپاه. خب صادق، صادق گل سنبول، صادق گل سنبول سپاه سردار ذوالقدر نیا نیست؟ نه مطمئنی؟ بله بله، نه سردار ذوالقدر معروف ها، سردار ذوالقدر نیا. نمیدونم. بعد از بچه های سپاه شیراز آقای ایشون اخیراً مسئولیت دید، قد بلندی داشت اون موقع، لهجه داشت، کاملا لهجه فصاحی داشت. البته شما ها لحجه فساری تشخیص نمیدید، شیرازی ها. نه، من شیرازی ها میتونید یکی دوتا همکاری شما باید بهشون بگید، بگه قربون قدت برم، قربون قدت برم، که گفت معلوم فسایی. غیر درست تلفظ، قاف رو درست تلفظ. حالا تو این فایل صوتی هم که گفتم از هفته پیش فضای رسانه ها رو پر کرده، قاف رو درست تلفظ میکنه. حالا میشنوید دیگه، سردار صادق ذوالقدر نیا که فامیل اون سردار ذوالقدر معروف. جالبه که این تیکه‌ای که دیدین حتی علوی تبار هم نمیدونه که صادق گل و سنبول، گل و بلبل همشون، صادق گل و سنبول همون ذوالقدر نیاست. و خبرنگاری تو ایران خیلی کار سختیه. میدونم دو بار سوال میکنه خبرنگار مصاحبه کننده، بعد که این همون ذوالقدر نیا نیست، وقتی میبینه علوی تبار نمیدونه، به هر حال دیگه نمیگه که آقا من میدونم این خودشه، نمیتونه بگه. فردا میاد خب سراغش، دکون دستکشو میبندن، آقا تو برای چی، برای چی، هر چیزی رو که نباید بگی. باری،
ممدلی جعفری 12 سال فرمانده سپاه بود، از 86 تا 98. سال 88 یکی از کسایی بود که هم تقلب در انتخابات رو عملی کردن و هم سرکوب معترضان در خیابون. ویدیویی که از سخنرانیش قرار نبود منتشر بشه و باز جزء درز کرده هاست احتمالاً دیدین، میگه ما وظیفمون در انتخابات این بود که نذاریم اصلاح طلبات دوم خردادی‌ها دوباره بیان سر کار. یعنی چی؟ شما تو فرمانده کل سپاه پاسداران وظیفتون این بوده که نذارین یه تعداد بیان سر کار، نماینده های یه تعداد از جمعیت این مملکت بیان سر کار. یعنی چی؟ یعنی اولین نتیجه این حرف این است که انتخابات کشک ما تعیین میکنیم، ما یعنی سپاه با زعامت ولی امر مسلمین. نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند اونها مجدداً روی کار بیان. حسابی تنور انتخابات داغ شد و بالاترین میزان مشارکت هم میدونید که تو همه انتخابات ها مال این دوره بود. تا رسیدیم به خطبه های نماز جمعه حضرت آقا، توی این خطبه ها مشخص بود که حضرت آقا حتما موضع میگیرن و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردن و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره. جزئیات تقلب انتخابات 88 با مهندسی بیت خامنه‌ای و مشخصاً مشتبه خامنه‌ای و سازماندهی و اجرای سپاه و دستگاه قضایی نظام مقدس بحث دیگری است که بارها بهش پرداخته شده. نکته ای که اینجاست این است که این آقای سردار جعفری که اون موقع فرمانده سپاه بود عرض کردم نمیدونست هنوز که جلوگیری از تنوع صداها حتی بین خودی ها به ضرر خود جلوگیری کننده هم هست و خودش هم وقتی درگیر مسائلی بشود که به همین فایل صوتی الان مربوطه، یعنی 3 سال پیش، و یعنی این برون افتادن فاش شدن ماجرای نمیدونم چه واژه‌ای به کار ببرم، فاش شدن ماجرای پولینگ یاس که حالا بهش میپردازیم، یعنی مربوط به این فایل صوتی، اون فساد عظیمی که در اون دستگاه سپاه پاسداران و نیروی قدس به ویژه مطرح بود و بیرون اومد، وقتی که وارد این قضیه بشه به عنوان فرمانده سپاه و از اون بر بره نفت فروشی کنه به اسم دور زدن تحریم ها و درآمدش و ماجرای دور زدن تحریم ها و از یه طرف بابک زنجانی میره و یه طرف دادن به نیروی انتظامی حتی که بره نفت بپوشه، درآمدش رو به جای اینکه به خزانه برگردونه بخشش رو به عنوان حقوق بده به پرسنل نیروی انتظامی بخشش هم گم کنه. این کلمه گم تو جمهوری اسلامی به ویژه در این 20 سال اخیر هر جا دوزی هست و بالا کشیدن سرداران سپاه که میگم انصافا من یاد بیش از همه یاد محمد نوروزاد میفتم. محمد نوروزاد که الان زندانه همیشه جیغ میزد که این فرمان سرداران فربه سپاه اینا میخورن و میبرن و به هیچ کس هم پاسخگو نیستن. به هر حال عزیز جعفری و ممدلی جعفری سردار جعفری رو به دلایلی که عرض کردم از فرماندهی سپاه برکنار میکنن. 1 اردیبهشت 98 محمد علی عزیز جعفری با حکم آیت الله خامنه ای از فرماندهی کل سپاه برکنار و حسین سلامی به عنوان جانشین او معرفی شد. برکناری جعفری از فرماندهی سپاه و انتصاب جانشین او در حالی صورت میگیرد که پیشتر هیچ گونه احتمال یا
گمانه‌زنی در این زمینه مطرح نشده بود. حتی گفته میشد حکم او تا سال 99 نیز تمدید شده است. سردار جعفری یکی از خیاط‌هایی است که در کوزه افتاد. خودش مدافع سرسخت ولایت بود و هست. خودش با حکم ولایت برکنار شد. البته بعدش منصوب شد به فرماندهی که قرارگاه‌های جنگ نر، قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیت الله الاعظم، که قبل از اینکه عزیز جعفری بره اون قرارگاه بقیت الله الاعظم، یکی دیگه از کسایی که اصلا بگم که در این پرونده هولدینگ یاس، این مربوط به فایل صوتی منتشر شده درس کرده، مجرم بود در واقع و دستگاه قضایی او رو مجرم نشناخت. میگم مجرم بود برای اینکه تو تمام، خواهم گفت، تو تمام این دوزیا خودش که آدمای اصلی بود، آقای آبرومند، سردار آبرومند. سردار آبرومند قبل از اینکه عزیز جعفری بره به بقیت الله اعظم، به قرارگاه، سردار آبرومند به عنوان جانشین فرماندهی این قرارگاه میره اونجا، یعنی بعد از لو رفتن و دادگاهی شدنهای سال 98 در پیوند با هولدینگ یاس و همین ماجرای فایل صوتی، آبرومند میشه جانشین قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیت الله اعظم، که بعد عزیز جعفری که میره اونجا، آبرومند میره مجلس، که حالا خواهم گفت. این انتصاب ها و برکناری ها در واقع عزیز جعفری باشه هر کسی دیگه، معمولا ربطی به صالح بودن یا ناصالح بودن آدم ها نداره در نظام مقدس. یه نگاهی به فهرست برکناری ها و انتصاب ها که بندازین، بارها تو این برنامه گفتیم، یا متهمان دادگاه های اقتصادیشون رو که ببینین، همه یا قربانی اربابی هستن که سالها با تکیه بر او دزدیدن همینا و حالا انداختنشون جلو که ارباب حفظ بشه، یا با عوض شدن دوره دزدی این باند حکومتی نوبت اون باند میشه و آدمای این کنار میرن تا آدمای اون یکی بیان ببرن. بعد از انتخابات ریاست جمهوری همیشه این برکناری ها و انتصاب ها رو شاهدیم دیگه، دیگه گفتن نداریم، میدونم که میدانید. باری وقتی انتخابات نباشه، یعنی مردم از حکومت حذف، وقتی صداهای دیگری جز یک صدای واحد حاکم نیست، نزدیک شدن به رأس هرم قدرت به هر قیمت میشود دلیل وجودی هر آدمی تو این سیستم، دلیل تلاشش، انگیزش در واقع اینه که به اون رأس نزدیک بشه، چون مردم و منافع مردم که فقط خود مردم میدونن چیه و خود مردم میتونن ازش دفاع کنن، این که مفقوده. چی میمونه؟ فقط منافع حاکمانی که هر چه به پیشوا نزدیکتر بشن یک تاستر، قدرتمندتر و ثروتمندتر میشن. فرماندهان سپاه چون این موقعیتی در نظام حاکم بر ایران داره. سردار جعفری در بزنین مختصر بکنم، یک گفتگویی دارد مفصل با خبرگزاری فارس، نکات مهمی رو در پیوند با قاسم سلیمانی مطرح میکنه در رابطه با همه 88. میگه مگر میشود حاج قاسم برای فتنه 88 که واقعا خطرش برای امنیت کشور از دیدگاه من از خطر جنگ برای انقلاب نظام بیشتر بود بی تفاوت باشد؟ در آن نامه 24 فرمانده سپاه به رئیس جمهور وقت محمد خاتمی که در واقع هشدار مستقیم به رئیس جمهور وقت بود، سال 78، 10 سال قبل از ماجرا 88، نامه را حاج قاسم خودش تهیه کرد. ایشان فقط امضا کننده نامه نبود، بلکه نگارنده نامه بود و نقش اصلی و محوری را در تنظیم این نامه و گرفتن امضا از فرماندهان داشت، که در پی آن دو جلسه هم با رئیس جمهور وقت داشتیم با همون محمد خاتمی، که روح اصلی نامه هم هشدار بود که اگر توجه نکنید ما طور دیگری برخورد میکنیم. طبیعی بود وقتی سال 78 این نامه را می نویسد و محور آن بوده، در سال 88 هم وقتی که فتنه گسترده تر و عمیق تر و خطرناک تر می شود، با وجودی که ماموریت هایش از سال 85 در منطقه خیلی بیشتر شده بود، یعنی خارج بود، در ایام فتنه هرگاه می آمد ایران خیالش راحت نبود و خاطرم هست در قرارگاه سارالله حضور پیدا می کرد و دغدغه داشت. قرارگاه سارالله که قرارگاه سرکوب تهران، و دغدغه داشت و حتی بارها به من گفت که آمادگی هر نوع ماموریتی را دارم. قاسم به حاج قاسم به ممدلی جعفری میگه. البته نیازی به نقش آفرینی او در صحنه نبود، که من و قالیباف و اینا رفتیم داغون کردیم. رک داره میگه عزیز جعفری که قاسم سلیمانی، این سردار دلها،
میخواست نیروهای تحت امرش که مزدورای حزب الله لبنان و به اصطلاح جهادیهای عراقی بودن بیاره کف خیابونای تهران و بقیه شهرهای بزرگ، بزنن تو سر مردم، راهپیمایی مردم معترض به تقلب انتخابات رو سرکوب بکن. نزدیکترین آدمی که تو سپاهی از دوره جنگ تا موقع مرگ با عزیز جعفری بود همین قاسم سلیمانی بود. در گفتگو با خبرگزاری فارس ممدلی جعفری میگه من حاج قاسم را خیلی دوست داشتم و رابطه رفاقتی بالایی داشتیم و من با همه وجودم تمام امکانات سپاه را در پشتیبانی از مأموریت ایشان گذاشته بودم. 12 سال فرمانده سپاه بوده اینا. میگه تمام امکانات سپاه را در پشتیبانی هم در نیروی قدس گذاشته بودم، چرا که اعتقاد داشتم سرنوشت انقلاب اسلامی به موضوع مقاومت و تحرکات نیروی قدس در منطقه گره خورده و سپاه هم هر چه امکانات داشت باید در میان میگذاشت. این اهمیت بالا ایجاب میکرد ما سنگ تمام بگذاریم. علاوه بر این به دلیل عرق و علاقه‌ای که با حاج قاسم داشتم امکانات مورد نیاز را در اختیار نیروی قدس می‌گذاشتیم و حتی به معاونت‌های سپاه گفته بودم که فرض کنید حاج قاسم فرمانده کل سپاه است و شما خودتان را معاون حاج قاسم بدانید و هر کمکی که می‌خواهید به من بکنید با حاج قاسم بکنید، چه در تأمین نیروی انسانی، چه در پشتیبانی و لوجستیک و بودجه. نتیجه سپاه در مأموریتی که از خامنه‌ای گرفته بر کشور حکومت میکنه و برای حفظ وضع موجود، یعنی سیستمی که این همه امتیاز عاید آخونده و سپاهی ها کرده، هر قانون و مقررات و حساب کتابی رو دور میزنه و چون نیروی اصلی حفظ نظام همین سپاه و همین سرداران فربه هستند، خامنه‌ای و مجموعه بیت رهبر ازشون حمایت تمام قد میکنه. در ادامه برنامه امشب اینو میخوام بگم که اصل فساد در پیوند با این فایل صوتی مال حاج قاسم سلیمانی است و همین محمد علی جعفری فرمانده سپاه که میگه میخوام رسیدگی بکنم. در واقع خواهید دید فایل صوتی فاش شده دقیقا بیان همین موقعیت سپاهه که عرض کردم به چه دلیل حافظ وضع موجوده این سیستم بحرانزایی در کشورهای منطقه تا ابد و دهر که امکان ادامه حیات نداره، نوک پیکان پیشروی در کشورهای دیگه برای جذب نیرو و بحرانزایی هم همین نیروی قدس سپاهه. داریم میبینید که سرنوشتش در نمیدونم سوریه و عراق حتی. این فایل صوتی فاش شده نمونه است از فساد در مهمترین نیروی حفظ نظام مقدس، یعنی سپاه و نیروی قدسش. موضوع فساد هولدینگ یاس. سایت مشرق از رسانه های سپاه نوشته است شرکت یاس در بحبوحه درگیری میدانی نیروی قدس سپاه با داعش و تروریست های تکفیری و در شرایطی که دولت وقت حاضر به پشتیبانی از رزمندگان در میدان نبود تأسیس شد، دولت روحانی. این شرکت قرار بود از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی منابع مالی لازم را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت تأمین کند. پس 1. هلدینگ یاس خزانه نیروی قدس سپاه اصلا تشکیل میشه برای اینکه از نظر مالی تأمین بکنه نیروی قدس سپاه. چجوری تأمین میکنه و نقش قالیباف و سلیمانی اینجا چیه؟ هلدینگ یاس، من گفتم مجرمای اصلی قاسم سلیمانی، ممدلی جعفری، قالیباف، یکی اصلی ترین ها رو یادم رفت، ببخشید. حالا هلدینگ یاس زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود. سال 92 تأسیس شد، 91-92، هرچند در اسناد رسمی سال تأسیسش رو نوشتن 94. تیر ماه 93 قرارداد 20,000 میلیارد تومانی بین شهرداری قالیباف و سپاه بسته میشه که عیناً براتون میخونم. بر اساس این قرارداد پروژه های عمرانی تهران با سقف 20,000 میلیارد تومان به مدت 4 سال به سپاه پاسداران واگذار شده که 10,000 میلیارد تومان آن باید از سوی شهرداری تهران به صورت نقدی پرداخت شود. در این قرارداد بانک انصار متعلق به بنیاد تعاون سپاه به عنوان بانک عامل تعیین شده و شرکت عامل هلدینگ یاس است. اینجا فقط 10
هزار میلیارد تومن سال 93 کش نقد داده میشه به هولدینگ یاس، یعنی به خزانه نیروی قدس قاسم سلیمانی. کیا امضا کردن این قراردادو؟ که نه شورای شهر تهران ازش خبر داشت، نه دولت خبر داشت، نه مجلس خبر داشت، فقط بیت خبر داشت. کیا امضا کردن؟ سه نفر از طرف شهرداری: من باقر قالیباف شهردار وقت تهران، عیسی شریفی قائم مقام وی، داوود هاشمی معاون مالی و اقتصادی شهر، اقتصاد شهری. سه نفر هم از طرف سپاه: سرتیپ پاسدار جمال الدین آبرومند معاون فرمانده کل سپاه و رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، سردار مسعود مهردادی جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه و پرویز فتاح مدیر عامل وقت بنیاد تعاون سپاه که الان رئیس بنیاد مستضعفانه. حالا با این اسما مخصوصا اونایی که تو فایل صوتی صحبتشون هست کار داریم. باری هولدینگ یاس تا زمان اعلام انحلال در بهمن 96 بیش از 140، این هم که منحل شد به خاطر همین ماجرایی که تو فایل صوتی صحبت میشه، گفتن فساد شده باید بستش، بیش از 140 شرکت پیوسته و مادر و زیر مجموعه داشت، شرکت های اقماری تو کلی از صنایع سهامدار شده بود. برای نمونه 49% سهام شرکت فولاد خوزستان گرفته بود، سومین شرکت بزرگ فولاد ایران، یکی از ثروتمندترین هلدینگ های تعاون سپاه بود که همه دخلش رو میداد به حاج قاسم نیروی قدسش. از شرکت‌های محاکمه شده در پرونده هولدینگ یاس در سال 98 شرکت رسا تجارت مبین است که فقط در یک بازه زمانی کوتاه در سال 93 12900 میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران به شرکت رسا تجارت واگذار شد که قیمت این اموال بر اساس میانگین قیمت دلار در آن زمان معادل بیش از 4 میلیارد دلار بوده است. کی داد به کی؟ من باقر داد به حاج قاسم. اینکه چقدر حاج قاسم از این هلدینگ خرج مزدورای خودش تو خاورمیانه و آفریقا و اینور اونور کرده، هیچ آمار و ارقام و هیچ حساب کتابی نیست. برای به فساد 13000 میلیارد تومانی هلدینگ یاس معروف شده این ماجرا. اما چی شد که لو رفت و ماجرا به دادگاه کشید و حالا که ترکشاش ادامه داره؟ قالیباف سال 84 شد شهردار تهران، سه دوره شهردار بود تا سال 92. بله. به هر حال 12 سال شهردار بود. پیش از قالیباف احمدی نژاد شهردار تهران بود. احمدی نژاد که شد رئیس جمهور، قالیباف شد جانشین احمدی نژاد تو شهرداری. ماجرای پول‌های درآمده از شهرداری و هلدینگ یاس به هر دوشون مربوط میشه. سال 95 آخرین سال شهرداری قالیباف، آخرین سالش که نمیشه، قالیباف چند تا چند بود اونجا، من تونتون بگم الان معطل سالها نشم، اگر که شما میدونین به منم بگین. باری سال 95 شهرداری قالیباف بابت فساد مالی و حقوق‌های نجومی و املاک رانتی و مراکز پولشویی خانوادگی و غیره، بیشترین انتقادها شد ازش، از قالیباف، هم از طرف تندروها و اصولگراها حتی، و هم از اصلاح طلب و معتدلان که باید به اصطلاح این قائله رو یه جوری جمع می‌کردن تا بعداً بتونن قالیباف رو بکنن حالا یا رئیس جمهور یا رئیس مجلس قوه مقننه. همزمان برنامه اطلاعات سپاه برای مهار کردن احمدی نژادی‌ها که خیلی زبون درازی می‌کردند باید پیاده می‌شد. شیوه ارسال پول به مزدوران جمهوری اسلامی که نیروی قدس قاسم سلیمانی سازمان می‌داد اینطوری بوده که پول به صورت چمدونی به سفرهای جمهوری اسلامی داده می‌شد که اونا برسونن به مقصد. یعنی تنها راه مطمئنی که جمهوری اسلامی تا حالا شناخته همینه، چون بار دیپلمات‌ها کنترل نمی‌شه. این شیوه رو کمتر از یه سال پیش مخبر نابغه، معاون رئیسی نابغه، لو داد که گفت سفیرمون با
اسباب خونهش، تجهیزاتی که میخواستیم و نمیتونستیم به دلیل تحریم ها وارد کنیم بیاریم ایران، با اسباب خونهش آورد ایران. پخش کردیم این صحبت مخبر رو، خیلی هم اهمیت نداره دوباره بیایم پخشش کنیم. باری یکی از مبالغی که قاسم سلیمانی میده به دولت احمدی نژاد، آخرین سال دولت احمدی نژاد، که بفرسته خارج، چند میلیون یورو بوده که از 2 میلیون خورده‌ای میگن تا 8 میلیون خورده‌ای یورو. گفته شده این مبلغ چه تو دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد گفته شد، چه تو مصاحبه‌های نماینده‌های سپاهی مجلس. آن چقدر است این است که در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد حاج قاسم چند میلیون یورو به حاج محمود احمدی نژاد میده تا او از طریق وزارت خارجه و سفارتخونه ها به روال معمول بفرسه خارج، دست نیروهای نیابتیشون. آخرین پولی که داده میشه و تا 8.5 میلیون یورو میگن بوده، احمدی نژاد میگیره به جای اینکه بفرسه مثل قبل فلان کشور و بهمان کشور، میده به حمید بقایی حفظش بکنه، اونم از طریق داداشش میفرسه آفریقا، اونجا حالا سرمایه گذاری میکنه یا تو بانک، من نمیدونم. سردار پورمختار نماینده اصولگرای مجلس نهم و دهم و عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، بقایی را متهم کرد که 8.7 میلیون یورو و 530,000 دلار مربوط به جنبش عدم تعهد توسط حمید بقایی مفقود شده است. اون 8.7 میلیون یورو رو نمیگه مربوط به نیروی قدس سپاه ها. بقایی جواب میده اگر ادعای اطلاعات سپاه صحیح است، چون اطلاعات سپاه بقایی رو میگیره و این جزء اتهامات، اگر ادعای اطلاعات سپاه صحیح است، چرا فرماندهان سپاه قدس که بی حساب و کتاب بدون اخذ سند و رسید به این جانب عرض داده اند دادگاهی نمیشوند؟ سپاه قدس باید شاکی باشد که نیست. ببخشید حرف حساب میزنه، چون هیچ سندی نیست انکار میکنه، میگه سند دارین بیارین. هیچ وقت هیچ سندی نبوده از پولایی که نیروی قدس سپاه جا به جا کرده. مبلغ این پولا چقدر میشه از وقتی سردار دلها شد فرمانده نیروی قدس؟ باری این دو رویداد، یکی گرفتاری قالیباف در فساد شهرداری و یکی این ماجرای مربوط به بقایی و احمدی نژادی ها، از عوامل مهمی بودن سال 96 که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از سعید محمد، که سرتیپ سعید محمد از فرماندهان جوان سپاه، او رو مأمور کرد که بره با یه عده آدم های وارد به کار بازرسی و حسابرسی این خزانه ویژه نیروی قدس یعنی هولدینگ یاس رو بررسی کنه و گزارش بده. بررسی انجام میشه و گزارش داده میشه به ستاد کل نیروهای مسلح و به اطلاعات سپاه. در صفحه 26 این گزارش دارین میبینین به صراحت گفته میشود که به جای تأمین مالی پروژه های شهرداری توسط بنیاد تعاون سپاه، این مقامات شهرداری بودند که برای بنیاد مذکور و شرکت رسا تجارت مبین، یکی از شرکت های اقماری هولدینگ یاس، از محل خزانه شهرداری تأمین مالی می کردند. فقط یکی از بندهای نتیجه گیری این گزارش رو ببینید، که برای اولین بار هم هست که داریم این گزارش رو علنن نشون میدیم، شاید یک زمان فرصتی بشه که به کلش بپردازیم. صفحه 36 بند 18، تحمیل زیان مالی سنگین به بنیه شهرداری و دستور پرداخت دوگانه و همزمان هزینه های پروژه های عمرانی شهر تهران از طریق دستور پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم الانبیا و به بنیاد تعاون به دستور شهردار وقت تهران و قائم مقام وی. به صراحت این گزارشی که سردار سعید محمد که الان مسئول
در دولت رئیسی مناطق آزاده و کلی هم بهش حمله کردن و اینها، به خاطر اینکه بگیر و ببندایی هم شد در منطقه آزاد چابهار و به همین دلیل یه سری که این فایل صوتی رو خواستن آدرس گم کنن، بگن کی درز داده، گفتن شاید سعید محمد درز داده و اینها. باری این گزارش است که سعید محمد تیمی رو در مأموریتی که از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گرفته بود، یک تیم حقوقی و حسابرس، این گزارش رو تهیه کرده که من یه تیکش رو براتون خوندم، در پیوند با همین فایل صوتی، یعنی تخلفات هولدینگ یاس و نیروی قدس و قالیباف و غیره، به صراحت میگه به دستور مستقیم شهردار وقت تهران و قائم مقام وی این پولا داده شده، زیان مالی سنگین به بنیه شهرداری. بعد در صفحه 39 گزارش متخلفین رو اعلام کرده، دارین میبینین، یک شهردار وقت تهران، اولی متخلف قالیباف، 10 متخلف دیگر هم نوشته که دارین میبینین، البته هیچ کس از هولدینگ یاس و تعاون سپاه و نعوذ بالله نیروی قدس و سردار دلها و اینا توش نیست. خلافکارای مربوط به سپاه باید اطلاعات سپاه معرفی کنه که کرد البته. حالا میگم حاصل این گزارش و گزارش اطلاعات سپاه شد چند جلسه محاکمه غیر علنی در سال 98 و صدور حکم در اسفند 99. حکم در اسفند 99، محمود سیف معاونت اقتصادی سابق اطلاعات سپاه و مدیر عامل و عضو هیئت مدیره چند شرکت مادر هولدینگ یاس 30 سال حبس، عیسی شریفی قائم مقام قالیباف در تمام دوره 12 ساله شهرداری تهران 20 سال حبس، سردار محمود خاکپور از اطلاعات سپاه 5 سال و 6 ماه حبس، سردار مسعود مهردادی جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه و نماینده بنیاد تعاون در هولدینگ یاس 2 سال حبس، قاسم سلیمانی که سردار دلها بود و پیکان اسلام گستری خامنه ای دستش بود، هیچ کس سراغش نرفت، اسمش هم تو این فساد و بیقانونی و دزدی از بیت المال کسی نبود، فقط یک بار مرتضی الویری شهردار سابق و عضو سابق شورای شهر تهران در سرای قلم مهدی خزعلی از 12 پرونده فساد همسران قاسم سلیمانی و ممدلی جعفری گفت که راکت مونده. به صورت جامعه و مفصل تر از اون ممکنه، من نمیدارم حالا با چه قرار این سوی در مفصل این که مثلا خانم سردار قاسم سلیمانی و خانم سردار جعفری آیا در این با گذاری های پروژه در اون شرکت ها چه سهمی داشتن؟ اینا مطرح شد 12 تا پرونده شخص رفته و تخلف جدی به قوه قضاییه داده شد برای پیگیری. یک از گیرمندی های ما هم همین است، توی هم صحبت اخیر هم منظور شد که چرا وقتی در برج میلاد چند دختر بچه 8 ساله به اسلام میاد در یه مجلس زنانه در برنامه جشن برنامه اجرا میکنن، آقای نجفی ظرف 24 ساعت ساعت دهانه میشب در خونش میرن از خواب بیدارش میکنن، اما 12 گزارش تخلف مالی مهرس حتی توضیح هم پاسه نمیشه از ناحیه دادستانی که بالاخره این تقلیبات دیگه داده شده هم چی شد؟ بله، آقای مرتضی الویری شهردار سابق و عضو سابق شورای شهر تهران بود با دکتر مهدی خزعلی. خب جعفری فرمانده کل سپاه بود اون موقع که داریم دربارش صحبت میکنیم، سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه. اصلا انتظار نیست که در جمهوری اسلامی کسی بره یقه اینا رو بگیره، یقه زناشون رو بگیره. قالیباف هم که شهردار بود و دستور پرداخت مستقیم به هولدینگ یاس یعنی خزانه نیروی قدس رو میداد، اصلا کسی بهش نزدیک نشد. گزارش خود هیئتی که میگم و سعید محمد و اینا رو میدونید دیگه، گفتم دیگه کافیه فکر میکنم. حالا پر روی قالیباف رو ببینید، امکان نداره که این گزارش خودش ندیده باشه. شاید، من نمیدونم، اگر موقعیتی مثل قالیباف یعنی جلو ویترین بود، دست قاسم سلیمانی هم میافتاد با همین وقاحت قالیباف میومد حرف میزد درباره عدالت و دزدی و فلان و این چیزا، چون لااقل
هر دوشون به یکسان در این فساد 13 هزار میلیارد تومانی دست داشتن. ببینید قالیباف رئیس قوه قانونگذاری مملکت رو ببینید. ما در مبارزه با فساد خط قرمز نباید داشته باشیم. حالا ممکنه هر کسی در یک مجموعه داره کار میکنه، ممکنه یه فردی، یه کارمندی، یک مسئولی تو یک رده، حتی ممکنه بستگان فرد باشن. اگر او برخورد کرد و خط قرمزی نداشت و او روزی که خودش مطلع شد، تازه من معتقدم نه این که قوه قضاییه بیاد پیگیری کنه، اگر خود مسئول متوجه شد که یه مسئولی تو هر رده تخلف کرده، یه وقتی مطلع نیست، خواهر مطلع نیست، واقعا تکلیفی هم برش نیست. ولی اون روزی که مطلع شد به نظر من مهمتر از دستگاه های نظارتی، یعنی اولین دستگاه نظارتی که مسئوله، خود اون مسئولیه که مطلع میشه این زیر مجموعهش تخلفی کرده، از دادگاه بخواد با عدالت و به اشد مجازات. این من باقر فارغ از پرونده های فساد دیگهش سر همین ماجرای هولدینگ یاس چی کار کرد؟ حتی وقتی که قضیه داشت دیگه کاملا لو میرفت. ببینید، بشنویم صحبت سردار ذوالقدر نیا رو که داره گزارش میده به عزیز جعفری تو این فایل صوتی، بشنویم که میگه قالیباف شب اومده دم خونه من، یه برگه آورده که امضا کن، اصلا 8 هزار میلیارد تومان، بیش از نیمی از این اختلاس، این دزدی پاک بشه، حذف بشه. ببینین این که میشنوین ممکنه کلماتش قابل تشخیص نباشه، من اول میگم صحبتای سردار ذوالقدر نیا رو، معاون اقتصادی وقت سپاه که داره گزارش میده به عزیز جعفری رو، اول میخونم در واقع صحبتاشو که پیاده کردم، بشنوین بعد صحبتشو بشنوین که مستند باشه. میگه ذوالقدر نیا میگه به عزیز جعفری، یعنی معاون اقتصادی سپاه، معاون وقتش که این پرونده رو داره دنبال میکنه در داخل فرماندهان سرداران سپاه، داره به فرمانده کل وقت سپاه، فرمانده کل سپاه محمد علی جعفری و عزیز جعفری داره گزارش میده. گفتم همه این کارها خلاف است. قالیباف آمد جلوی مسجدی که به خانه من و خودش نزدیکه، تو شهرک شهید دقایقی، گفت اینو امضا کن. گفتم این خلاف است، هم به ضرر توست، هم به ضرر من، هم به ضرر جعفری، من امضا نمیکنم. گفت جلسه بگذار. بعدا جلسه گذاشت. به قالیباف گفتم تو 8 هزار میلیارد تومان پول رو به جای اینکه به رسا، شرکت اقماری هولدینگ یاس، بدی، دادی به پروژه ها. اصلا پروژه ها مال یاس نیست، یعنی مال تعاون سپاه نیست که طبق قرار داد مثلا، حالا آینه ای ویترینی باید میدادی مثلا به اونا، میگه اصلا مال یاس نیست. 8 هزار میلیارد تومان رو به جای اینکه به رسا بدهی، به پروژه ها داده ای، به آدمایی که خودت مثلا خواستی که پروژه داشته باشن. 8 هزار میلیارد پول مستقیم طبق اون گزارش هم که خوندم، میگه مستقیم به دستور مستقیم شهردار وقت تهران این پولا داده شده که بره دور بزنه، بره تو جیب حاج قاسم برای نیروی قدس سپاه. من نمیگم حاج قاسم خورده یا نخورده، من چه میدونم، یه بعد دخترش بپرسین که توی لبنان و ایناست، شوهر کرده اونجا و انگشتر و ساعت و این چیزا نشون میده. خب بریم این تیکر رو بشنویم از صادق. الان قالیباف که ناراحت به شدت از دست تو ناراحته، برای اینه می چی کار کرد؟ اومد در مسجد اون ساره بیه کار کنم چی کار کنم؟ در مسجد؟ مسجد با هست خونه قالیباف، با خونه ما یک کوچه چیزه، صبح مسجد میبینیم دی تو عراقی گفت که بیه کفتان گفت بیه امضا کن، 8 میلیارد خورده نوتی فرستاد با گودرزی با خورسندی. گفتم ایوا این هم بذاره جعفری هست، هم بذاره تو، هم بذاره من، این خیلی حاضر گفت نه تو ایران. گفتم من که نمیتونم امضا بکنم، با خود جلسه بسن. گفتم من جلسه میسن. بعد جلسه گذاشت، گودرزی اومد گفت نگاه سه. گفتم سه گودرزی معاون اداره مالیش بود تو شهر داره که برش داشت اون موقع که بود گفت اینا آوردم. گفتم نه خلافه، تو اومدی پول دادی به من 8 هزار میلیارد،
به جایی که دیگه برسه دوی پژوها گونه اسم اینا نه گفتم که نمیتونم بیارم اصلا پژوها مال یاس نیست مال سپاه نیستش ریفورد قاسم و ساده غالبا به فوش میده ها گفتم چیکار کنم فوش خودم خوبه امضا نمیشه به هر حال من دنبال میکردم این قضیه رو گفتم بالاخره امضا شد نه امضا نشد برای همین سردار جعفری فرمانده کل سپاه به ذوالقرنیا که عکسشو دیدین معاون وقت اقتصادی سپاه میگه قالیباف ازت خیلی ناراحته امضا نکردی دیگه همکاری نکردی باش بعد میگه سلیمانی هم از شماها ناراحته که اصلا این گزارش دارین دنبال میکنین یعنی شهرداری هم قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران چون خیلی یک هفته پیش رو با هم صحبت میکردیم هنوز نسبت به برخورد مثلا حالا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و مریم چیز بود ناراحت بود و مثلا اینو گفت شاقا هم رفتم و خودم خودم یعنی چی؟ یعنی حاج قاسم خودش رئیس این ماجرا بوده؟ میخواسته از طریق قالیباف پول ببره برای قدسش پیش خامنه ای هم رفته گله کرده که پولا راحت نمیرسه شنیده های دقیق نیمه محرمانه نشان میدهد که ستاد کل نیروهای مسلح گزارش مفصلی را در مورد پرونده هولدینگ یاس به مجموعه های حساس کشور نوشته است همین گزارشی که چند صفحش رو نشون دادیم شاید وقتی دیگر به این گزارش به طور بیشه بپردازیم در این گزارش که اسفند 98 و بعد از پیروزی لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به سرلیستی محمد باقر قالیباف در تهران به مجموعه های حیاتی کشور از جمله دفتر رهبر معظم انقلاب نوشته شده آمده است با توجه یعنی چی؟ یعنی این گزارش رفته دست آقای امام خامنه ای با توجه به مطرح بودن شایبه های اقتصادی در مورد عملکرد شهرداری تهران آقای قالیباف در دادسرای نظامی به صلاح ایشان و سپاه نیست که ریاست مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار شوند ما کاری نداریم که اصلا چه ربطی داری که تو بنویسی به اون و اینا بعدم هی میگین ایران اسلامی دموکرات ترین کشور دنیاست حاک بر سر من و دموکراسی واقعا باری نامه می نویسن بر طبق این گزارش گزارشی که در پیوند با هولدینگ یاس اختلاس 13 هزار میلیارد تومانی در میاد میگن آقا جون کلی هم خلافکاری داره آقای قالیباف که دیگه گفتم هر کی هم اینو افشا کرد از جمله یاشار سلطانی یه سال افتاد زندان فقط به خاطر اینکه رفت یقه قالیباف رو گرفت سر فسادهای دوره شهرداری 12 سالش نامه می نویسن به آقا که آقا جان از جمله دفتر رهبر معظم انقلاب که آقا جان این رئیس مجلس نباید بشه به خاطر اینکه آدم فاسده دیگه مثلا معروف به یکی از فاسدترین سرداران سپاه که اومده در سیاست آقا چیش اصلا خبری نشد خودش سرمنشأ قضیه است قالیباف یکی از کارگزاراشو در همین پرونده اوورد کرد دستیار خودش تو ریاست مجلس یعنی وقتی میگم وقاحت وقتی جیغم در میاد ببینیم بی دلیل نیست اگه اینا رو بزنیم بغل هم نه فقط هیچ خبری نمیشه قالیباف میشه رئیس مجلس رئیس قوه مقننه از پیشم برنامه ریزی کردن چون که نامه نوشتن به آقا که آقا این که میخواد بشه رئیس مجلس فاسد فلان بهمان بعد خب سر صداش بیشتر در میاد به صلاح نیست حفظ کنیم بیشتر آقا هم بشود خب میشود نه تنها قالیباف و یقش نمیگیره کسی یکی از کسا یعنی که سردار آبرومند حالا صحبت شو میکنیم اینو میاره میکنه دستیار خودش تو همین هولدینگ یاس تو پرونده دوزی های 13 هزار میلیارد تومانی که میگن تو 8 میلیارد دلار 9 میلیارد دلار میشه کلش آقا رو میاره میکنه دستیارش خبرهای رسیده حاکی از این است که پس از انتصاب سردار آبرومند به عنوان دستیار رئیس مجلس 11 توسط محمد باقر قالیباف یک دستگاه امنیتی استعلام او را منفی اعلام کرده بود
ولی خب اعلام کرده بود. پیشتر گفته شده بود که محمود سیف یا همان محسن سجادینیا و سردار مهردادی به ترتیب متهم ردیف اول و چهارم پرونده فساد موسوم به هلدینگ یاس توسط سردار آبرومند به نفرات اصلی این هلدینگ تبدیل شده و در قالب شرکت رسا تجارت مبین و 140 شرکت دیگر توانستند بخش زیادی از گردش مالی یاس را در اختیار بگیرند. سردار آبرومند کی هست؟ افزون بر محکوم شده ها تو دادگاه سال 98 که حکمشون عرض کردم اسفند 99 در اومد، افزون بر محکوم شده ها عیسی شریفی و مسعود مهردادی و محمود سیف و محمود خاکپور سه تا متهم دیگه داره این پرونده که رأی اونا به تایید دیوان عالی کشور نرسید. یکی از این متهمان جمال الدین آبرومند معاون هماهنگی سابق سپاه پاسداران است. او و محمود سیف رابط بنیاد تعاون سپاه و سازمان اطلاعات سپاه با این پرونده فساد بودند. پیشتر در بهار سال 98 نام آبرومند در میان مثلث فساد در اطلاعات سپاه پاسداران مطرح شد. وی همزمان رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه بود و به همراه مهردادی که گفته می شود مغز متفکر فعالیت و اقتصادی این سازمان بود، پروژه ها را پیش می برد. سه ماه بعد از ریاست قالیباف بر مجلس شورای اسلامیشون، سردار آبرومند به عنوان دستیار رئیس مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت مشغول به کار شد. آبرومند اولین فردی است که به عنوان دستیار حوزه خدمت و پیشرفت رئیس مجلس صاحب حکم و جایگاه است و تا پیش از این چنین پستی در دفتر ریاست مجلس وجود نداشت. ببینین تو این پرونده ای که فایل صوتی که در اومده الان دارین و در بریم پرونده صحبت میکنیم، دزدی 13000 میلیارد تومانی از مردم، چند نفر توش نقش اصلی دارن. تا اینجا که اومدم امیدوارم با همه این پراکندگی گزارش به دلیل انبوه بودن اطلاعات در این روشن شده باشه که قاسم سلیمانی، من باقر قالیباف، محمد علی جعفری و محمود سیف، مسعود مهردادی و جمال آبرومند، اینها کسایی که هم از اطلاعات سپاه بودن هم از شهرداری، هم از هلدینگ یاس یعنی تعاون سپاه، اینا دست اصلی رو داشتن در و همان نیروی قدس خود قاسم سلیمانی که اصلا هلدینگ یاس رو درست کرد برای اینکه تامین مالی بشه. به گفته سایت مشرق که براتون خوندم، این گفته من نیست. خب اینا همه میشوند دست اصلی فساد در این پرونده. حالا فایل صوتی مربوط به اون در اومد. خب جمال آبرومند دیوان عالی کشور، دیوان عالی قضایی او رو جز مجرما محسوب نمی کنه، هرچند که او بوده است، به نوشته اقتصاد آنلاین او بوده است که اولا معاون هماهنگی سپاه بود و محمود سیف و مهردادی رو اون همه کاره هلدینگ یاس میکنه که این ماجرای 13000 میلیارد تومان در میاد. خب این سردار آبرومند وقتی که این ماجرای هلدینگ یاس بهمن 96 بسته میشه، موقعی که دادگاه هم اینو تبرئه میکنه سال 98، کجا میره؟ میره میشه عرض کردم جانشین بخشی از جنگ نرمشون، قرارگاه بقیت الله، میره اونجا. بعد وقتی عزیز جعفری از فرماندهی کل سپاه برکنار میشه، در اونجا منصوبش میکنه خامنه ای، یعنی در قرارگاه بقیت الله، این میره مجلس، آقای آبرومند میشه دستیار قالیباف، یعنی میبرنش، یعنی قالیباف میبرتش، یه پست براش اختراع میکنه.
حوزه خدمت و پیشرفت رئیس مجلس میاره برای دل خودش. اینجوریه، اینجوریه باند قد. باند که میدیم یعنی جنبندی این که من با آقای قالیباف و قاسم سلیمانی همه کاره بودن توی این پرونده و سیف و مهردادی و غیره برای اونا کار میکردن و همین کارگزارا هم محاکمه شدن. همین کارگزارا مثل بقیه پرونده ها، بعضی هاشون مجرم تلقی شدن، اعلام شدن، بعضی هاشون هم نه، ولی اینا رو بردن تو پرونده. ولی آنچه به عنوان حکم دادگاه اعلام شد، فکر نکنین همون هم اجرا شد. همین محمود سیف سجادینیا که 30 سال حبس گرفته، معاون اطلاعات، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه بود تو این پرونده، چقدر رفت زندان. رضا گلپور روزنامه‌نگار و پژوهشگر امنیت و اطلاعات در 24 شهریور 1400 حدود 10 روز قبل از آزادیش از زندان 5 ساله در نامه از اوین به رئیس قوه قضاییه نوشت این جانب به عنوان محبوسی که در حال گذراندن 59مین ماه حبس بدون حتی یک روز مرخصی خود هستم و حدود یک ماه و نیم پیش توسط قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور از کلیه اتهامات امنیتی وارده از سوی سازمان اطلاعات سپاه تبرئه شدم، خطاب به مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه به ویژه شخص آیت الله غلام حسین محسنی اجیه به طرح این موضوع عجیب میپردازم. چه موضوع؟ چگونه آقایی که با هویت محمود سیف در 27 اسفند 99 به اعلام رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح به 30 سال حبس تعزیری و جزای سنگین نقدی و استرداد وجوه تحصیلی بسیار قابل توجه محکوم گردیده، از دو روز بعد از آن یعنی از 29 اسفند 99 با هویت محسن سجادینیا از زندان اوین به مرخصی اعزام می شود و دو ماه بعد به اوین برمی گردد و 9 روز بعد از آن در 4-3-1400 مجدداً به مرخصی رفته و 30 خرداد 1400 به اوین برمی گردد و فردای آن روز، فردای اون روز، یه روز میمونه، یعنی 31-3-1400 به مرخصی رفته و 31-5-1400 این دو ماه بعد به اوین برمیگردد و غیره. همینجوری آمارش گرفته اون میده. به عبارت روشنتر، از زمان اعلام قطعیت حکم او و همپرونده هایش در رسانه ها تا به امروز، یعنی در حدود 6 ماه اخیر، عملا حدود 5 ماهش را مرخصی بوده است. این متهم شماره 1 پرونده است. 30 سال حکم محمود سیف یا محسن سجادینیا هم تو زندان با دمکلفتای دیگه معامله های کلان میکنه و هم بیرون زندان فعالیت های مثلا اقتصادی شو داره، مخصوصا یک صندوق مثلا قرض الحسنه داره، مثلا زندانیه صندوق قرض الحسنه داره، وام میده، همه رو ترغیب میکنه ازش وام بگیرن. مؤسسه قرض الحسنهش تو شهر سامن همدان به اسم مؤسسه سامن، یه برج داره تو فرمانیه تهران، شرکتاش از جمله دفتر صندوق قرض الحسنهش دفتر تو همین برج دارن. سیف یا سجادینیا اساسا در فعالیتش در همدان، اصلا نهاوندیه اون مؤسسه قرض الحسنهش هم تو شهر سامن همدانه. دو تا کارخونه تولید مسائل ساختمانی داره، یکی در ملایر و یکی در نهاوند. یه شرکت خرید و فروش اسب و وسایل اسب دوانی داره تو ترکیه که همین الان فعال دفتر داره توش کار دارن کار میکنن. چند تا شرکت دیگه هم در کشورهای دیگه داشت که به دلیل تحریم بسته شد، از جمله در اتریش. محمود سیف سجادینیا رو وزارت خزانه داری آمریکا در 3 آبان 96 تحریم کرد به دلیل معاملات اسلحه و جعل اسکناس برای تامین نیازهای مالی حوثی ها در یمن. 10 سال قبل از تحریم شدنش در آمریکا، در اتریش حدود 1 ماه 28 روز زندان بود به دلیل تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی تجهیزات نظامی از جمله 3000 دوربین دید در شب. اینا رو گفتم که بگم مهره بسیار مهمی بوده براشون و هست برای نیروی قدس و قاسم سلیمانی. قالیباف همین الان هم دنبال کار او و بقیه شونه توی ماجرای هلدینگ یاس. نامش رو برده پیش اجهی رئیس قوه قضاییه که اصلا خیر احضار گاهگاهی حالا یه شب تو زندان بخواب برو بگذر. اجهی هم دستور داده که بهشون رسیدگی بشه. حالی ظاهرن این فایل صوتی که سر صدا کرده دیگه بعید میدونم در کوتاه مدت لاقل خداوند گشایشی برای اینو فراهم بکنه، فکر نمی کنم فراهم بکنه. خب کارگزار دیگر قاسم سلیمانی و منباقر قالیباف، محکوم دیگر پرونده هولدینگ یا سردار مسعود
مهردادی، سردار مهردادی، عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران، بانک انصار، شرکت ارتباطات سیار، شرکت مخابرات و همچنین ده‌ها شرکت و نهاد دیگر متعلق به سپاه پاسداران که در هلدینگ یاس متعلق به بنیاد تعاون سپاه در سمت مدیریت عاملی مشغول به فعالیت اقتصادی بوده است. ایشون در محاکمه مثلا متهمان پرونده هلدینگ یاس در سال 98 دو سال بهش زندانی دادن، حکمی که بهمن 99 اعلام شد، 98 ببخشید، که اصلا زندان نرفت، اصلا زندان و مسعود مهرابی مهردادی ببخشید. حسن مقیمی یکی از کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده های رسا تجارت در خصوص ابعاد این پرونده در زمان بررسی در صحن شورای شهر تهران گفته بود که از سال 92 و 93 اتفاقی در بنیاد تعاون سپاه افتاد که در نتیجه آن مجموعه هلدینگ یاس تشکیل می شود که بانک های نظامی را تحت پوشش داشته است و منابع مالی با آنجا می رفت بدون آنکه به شهرداری برسد. و وقت نداریم، من کوتاه یه نکته آخر رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ابتدای سال 97 شرکت رسا تجارت 180 میلیارد تومان طلبکار نشان داده شد که بعد مشخص شد 6000 میلیارد تومان بدهکار است. این حسابسازی های شهرداری قالیباف ها برای نمونه. خب در گزارشی که عرض کردم به دستور فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح انجام شد از هلدینگ یاس، صفحه 27 گزارش آمده است که صرف نظر از کم نمایی بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش های حسابرسی مذکور، در اقدامی قابل تأمل در گزارش حسابرسی سال منتهی به اسفند 95 کلن ردیف بدهی بنیاد تعاون سپاه حذف شد و گزارش حسابرسی متضمن هیچ مبلغی به عنوان بدهی یا مانده حساب بنیاد تعاون سپاه به سازمان نیست. چقدر این مبلغ که یه دفعه حذف شد؟ 1700 میلیارد تومان. محمود میرلوهی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران میگه مبلغ 1700 میلیارد تومان بدهی بنیاد تعاون سپاه که در گزارش حسابرسی سازمان املاک شهرداری برای سال 94 آمده بود در گزارش سال 95 یک بار حذف شد. و میدونید که 8000 میلیارد تومان یعنی چی؟ من باید بخونم اینو که پترام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است: سالی که 8000 میلیارد تومان رو برداشتند در کل کشور 33000 مدرسه فرسوده، کپری و تخریبی وجود داشت. کل این مدارس را میشد با 5000 میلیارد تومان در آن سال ساخت که کودکان این کشور زیر سقف‌های مطمئن درس بخوانن. حالا بود تو این دنبال سردار دلها. یکی از نهار خوردین رئیسی رو پخش کردیم، یه بار دیگه ببینین اینو. در مورد بودن که برای بازپرداخت یعنی وام اصلشون رو پرداخت کرده بودن ولی اون سودش رو نمیتونستن پرداخت کنن، خونه شون رو گذاشته بودن توی اجرایی و اینا، توی این موارد بوده. شما نهار هم دادن اینجا یا نه؟ ما ساعت 2:30 اومدیم نهار خونه خوردیم. قبلی ها خوردن نهار؟ هفته پیش دوباره رفته بین مردم این نابغه. همه تو افزوزی بسم الله شروع کنید، یک به یک فرمایش بگید، منم در خدمتتون هستم. سر و زورم با هم میشینیم نهار رو میخونیم، کار انجام نمیشه. من نمیدونم انصافا این جمیله علم الهدا به این نهار نمیده. شب و روزگار خوش.